سلام، امروز روز سوم فروردین سال 1395 هست و ما در شهر دوبلین پایتخت کشور ایرلند جنوبی هستیم. این ساختمونی که پشت سر من میبینید مربوط هست به انستیتوی تکنولوژی طلای دوبلین. توی شهر دوبلین سه تا دانشگاه بزرگ وجود داره و سه تا انستیتو که این ساختمون یکی از همون انستیتوها محسوب میشه. اگرچه ما تصمیم داریم که تا حدودی این مؤسسه رو به شما معرفی بکنیم، اما اگر کمی تأمل بکنید و با ما همراه باشید متوجه میشید که علت حضور ما اینجا چیه. ما قراره که یکی از شخصیت‌های ایرانی که در این مؤسسه در سمت استادی مشغول به خدمت هستند رو به شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. من محمد مهدی جمشیدی هستم، متولد سال 1335، نزدیک 40 ساله که خارج از کشور به سر میبرم. در دوره فوق لیسانس در انگلستان در قسمت پایان نامم یک مطلبی رو عنوان کردم که اون مطلب در دانشگاه مقام اول به دست آورد و به بنده بورس تحصیلی اروپا رو دادن که در دوره دکتری تحصیل بکنم و در سال 1365 بود که دوره فوق لیسانس رو به اتمام رسوندم. بعد از چند سال کار در انگلستان اومدم به ایرلند و در دانشگاه ترینیتی شروع کردم به خوندن دوره PhD در دوبلین و الان حدود 18 ساله که در این انستیتو به تدریس در رشته مهندسی برق و الکترونیک مشغول هستم. دروسی که اینجا تدریس میکنم مهندسی برق فشار قوی هست و ماشین های برقی، ماشین های صنعتی، کنترل سیستم ها و همچنین درس هایی مثل مدارهای برقی و سیستم های مخابراتی را در بعضی مواقع تدریس میکنم. بستگی به اون ترمی داره که چه درسی به من بدن، ولی اصولا چون من برق و الکترونیک خوندم توانایی اینو دارم که هم در قسمت الکترونیک تدریس بکنم و هم در قسمت برق قدرت. به طور کلی در ایرلند خدمتتون عرض کنم که 6 دانشگاه وجود داره و 13 تا انستیتوی تکنولوژی، ولی از نظر کاری کار اونها یکسانه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی همشون دوره لیسانس، فوق لیسانس و دکترا و کار تحقیقی انجام میدن. اون فرق اصلی انستیتوهای تکنولوژی در ایرلند با دانشگاه ها اینه که انستیتوهای تکنولوژی به طور کاربردی کار میکنن و من میتونم بگم شاید این یک ارجعیته، چون فارغ التحصیلای ما در خیلی از شرایط سریعتر و زودتر
از فارغ التحصیلای دانشگاه کار پیدا میکنن و دلیلش همین کاربردی بودن این انستیتو هست. انستیتو تکنولوژی تالا 23 ساله که این تأسیس شده، ولی در این 23 سال واقعا پرش عظیمی کرده، چون این انستیتو اول به عنوان به اصطلاح کالج تکنولوژی تأسیس شده و هدفش این بوده که فقط دوره فوق دیپلم و لیسانس داشته باشه، ولی به مرور زمان این کالج تکنولوژی به انستیتو تکنولوژی تبدیل شد و کار تحقیقی شروع شد، نشأت گرفت در این انستیتو و الان با سرعت خیلی زیادی در حال حرکته، یعنی دوره های فوق لیسانس و دکترا رو اضافه کردیم. ولیکن کوشش و سعی ما هنوز در تربیت دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی است. آزمایشگاه یا کارگاهی که ملاحظه میکنید یکی از آزمایشگاه های دانشکده مهندسی الکترونیکه که من در اون تدریس میکنم. این آزمایشگاه در آزمایشات الکترونیک و کنترل و مهندسی کنترل در قسمت های مختلف به کار میره که گنجایش 20 دانشجو رو داره که هر کدوم به طور انفرادی روی پروژه ها و آزمایش هایی که در طول سال بهشون داده میشه از سال اول رشته کارشناسی تا دوره فوق لیسانس اینجا انجام میدن. بفهمید. از اینجا به یک کارگاه دیگه میریم که کارگاه مهندسی شبکه است و اینو من خدمتتون نشون بدم. بفهم. این کارگاه هم متعلق به دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشجویانی که در دوره فوق لیسانس درس مهندسی شبکه فعالیت دارن از این کارگاه زیاد استفاده میکنن، ولی به طور کلی ما تمام آزمایشاتی که در شاخه درس مهندسی شبکه های کامپیوتری میدیم در دانشکده، همه آزمایشات لازم در اون درس ها از سال دوم رشته کارشناسی تا مقطع فوق لیسانس در همین کارگاه انجام میشه. همینطوری که میبینید وسایل و ابزار دقیقی در این آزمایشگاه تعبیه شده که ما اینها رو در درس های به اصطلاح آزمایشی خودمون خیلی ازش استفاده میکنیم، مخصوصا دانشجوهایی که در مقطع فوق لیسانس کار میکنن مرتب از این وسایل و ابزار استفاده میکنن و به اصطلاح اون کاربردهای مهندسی شبکه و معماری شبکه کامپیوتری رو اینجا فرا میگیرن. انسان من فکر میکنم که هرچی از وطن بیشتر دور باشه، زمان بیشتری دور باشه، اون حس و عشقش نسبت به خاک وطنش بیشتر میشه و این یک پدیده‌ایه که من خودم در خودم حس کردم و با تمام سلولام اینو حس کردم. به همین منظور من در سال به طور نسبی 2 دفعه به کشور مراجعه میکنم و در بیشتر این مسافرت هام در همایش های کوچیک و بزرگی که در دانشگاه های کشور هستن و در کنفرانس ها شرکت میکنم.
و اگر آموخته‌ای داشته باشم و تجربیات خودم رو در این همایش‌ها و در کنفرانس‌ها سعی می‌کنم که به دوستان، استادان ایرانی، همکارام و دانشجوام انتقال بدم و همینجور تجربیات اونها رو یاد بگیرم و از اونها استفاده کنم و در کار تحقیق و تدریس خودم اینجا به کار ببندم. چون این یک چیز دو طرفه است و واقعا علم الان دیگه میشه بگی که درسته که تخصصیه، ولی این تخصصها به هم وصل شده مثل یک زنجیره. مثلا فرض کنید کسی که در طیف فرض کنید مهندسی مکانیک یا حتی در طیف کاری شما فعالیت داره، ممکنه که کارش یه موقعی به یه جایی بیفته که مجبور باشه الکترونیک یاد بگیره. در قدیم ما حکیم داشتیم، این حکما کسانی بودن که به همه علوم واقعا واقف بودن. شما ابو علی سینا یکی از اوناست که هم پزشک بوده هم فیلسوف بوده، خیام یکی دیگه از اوناست، شاعر بوده، فیلسوف بوده، عارف بوده، ریاضیدان بوده و برای همینه که یه اسم جهانی داره. حکیم عمر خیام اینجا تو ایرلند همه میشناسنش به خاطر اینکه خب یک مترجمی و یک دانشمندی به نام فیتزجرالد بیشتر اشعار حکیم عمر خیامو به انگلیسی برگردونده و خیلی از ایرلندیا اونهایی که در ادبیات زبان انگلیسی و ایرلندی کار میکنن و تحصیل میکنن عمر خیامو خوب میشناسن و من بعضی وقتا با استادا که صحبت میکنم میگم ایرانی هستم، میگن او حکیم عمر خیام و من از این موضوع خیلی خوشحالم. بله، من فکر میکنم که هر چی آموختم و هر تجربه‌ای که در زندگی یاد گرفتم پایه‌شو ایران به من داده و برای همینه که از این بابت خیلی از کشور خودم تشکر میکنم. از یعنی خاک وطنم باعث افتخار منه هر جا که باشم. از سرگرمی های بنده شناست. ورزش به نظر من به خاطر بهتر زندگی کردنه. بعضیا فکر میکنن که ورزش بکنیم که عمرمون زیاد بشه. به نظر من آدم باید ورزش بکنه که در این زندگی بتونه خوب از شرایط فیزیکی خودش استفاده بکنه. و دلیل اصلی که من میام اینجا و به اصطلاح شنا میکنم اینه که بهتر بتونم کار بکنم، بهتر بتونم درس بدم، بهتر بتونم از به اصطلاح لحظاتم استفاده بکنم. علت اصلیش اینه. این ساختمون اصلی باشگاه است. این ساختمون، این استخر بزرگی داره و قسمت بالا برای بدنسازیه که البته حالا ما بدنسازی خیلی کمتر میریم، ولی اونجا هم میرم روی تردمیل میدوام و ولی علت اصلی که میام اینجا باشگاه به خاطر شناس. روز در میون من میام شنا و هر دفعه حدود نیم کیلومتر شنا میکنم. من خیلی خوشحالم که در ایران خانواده های عزیز ایرانی جووناشون، فرزنداشون رو به یادگیری علم تشویق میکنن و این تشویق خب باعث میشه که اولا کشور ما پیشرفت بکنه، بلکه پیشرفت کشور در راه پیشرفت علمه و این علمه که به کشور قدرت میده، این علمه که باعث میشه که کشور رو مسون نگه داره. ولیکن اون چیزی رو که من میخواستم توصیه بکنم اینه که به جوونها فشار مضاعف نیارن که حالا تو باید این کاره بشی، تو باید اینطوری بشی، تو باید شبیه این فرد بشی که حالا بزرگترین جراحه یا بزرگترین مهندسه یا بزرگترین نویسنده است.
اجازه بدین که دانشجوها با آرامش و با تمرکز به کار خودشون ادامه بدن. تشویق خیلی خوبه، توصیه خیلی خوبه، نصیحت خیلی خوبه، ولی اصل پیشرفت در اون آرامش و در اون تمرکزیه که دانشجو میتونه داشته باشه. اون جوان باید در وجودش باشه. من بزرگترین تجربه‌ام در زندگی این بوده که بدون آرامش و بدون تمرکز هیچ چیزی رو نمیشه یاد گرفت. علت این که من عیدها کمتر میرم ایران برای اینکه تعطیلات کمی دارم و آدم وقتی به کشور خودش میاد مثلا میخواد دو هفته بمونه، هنوز نیومده باید برگردی. خب این دوستان، فامیل، حالا به اصطلاح سر زدن به دانشگاه ها، همکارام، اینا خب زمان میبره دیگه. همون خود فامیلم نمیتونم دو هفته ای ببینم، چه برسه که حالا بیام کارهای دیگه هم انجام بدم. معمولا وقتی میام سعی میکنم که بین یک ماه تا یک ماه و نیم ایران باشم، بعضی وقتا شاید بیشتر، بعضی وقتا به نقاط مختلف کشور مسافرت میکنم. دفعه پیش رفتم به جزیره قش، جزیره هرمز، بندرعباس و بسیار لذت بردم و پیشرفتایی که در اونجا شده اصلا برام غیر قابل باور بود. وقتی می‌خواستیم بریم قش، مثل اتوبوس قایق می‌اومد و می‌رفت. یعنی همیشه قایق اونجا آماده بود، قایق‌های بسیار مدرن، و من این دفعه اول بود چنین چیزی می‌دیدم. چون قبلا مثلا فرض کنید شما 20 سال پیش می‌خواستید برید اونجا، باید صبر می‌کرد اونجا تا حالا یه قایقی بیاد نیاد ببینید که شما رو می‌بره قش. الان واقعا عالی شده، یعنی از دو طرف، هم از بندرعباس به قش، هم از قش به بندرعباس و جزیره هرمز هم همینطور. واقعا خیلی عالی، خیلی لذت بردم. و بعضی وقتا بعضی جاهای ایرانو که وقتی میبینم به عظمت کشورمون واقعا پی میبرم. جزیره قش یه جزیره‌ای که خودش میتونه یه کشوری باشه، به گفته به اندازه سنگاپور بزرگیشه. مثل اینکه 148 کیلومتر طولشه و 48 کیلومتر عرضشه. خب حالا شما حساب کنید یک همچین وسعتی فقط یکی از جزایر کشور ما داره. حالا سنگاپور به عنوان یک کشور معرفی میشه، حالا این یک قسمت گوشه کوچیکی از کشور ما وسعت سنگاپور رو داره. و خب این خودش عظمت ایران ما رو میرسونه و نشون دهنده اینه که ما از چه سرزمین بزرگ و پر افتخاری میایم، که همیشه برای من قابل تحسینه و بوده. و واقعا افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و یک کشوری دارم که از هر لحاظ میشه بگی که شاید از خیلی از کشورهای جهان بهتره. کلن به شعر و موسیقی علاقه خاصی دارم، مخصوصا شعر و موسیقی کشور خودمون که قدمت درازی داره و هم ارتباط مستقیم داره با تمدن ایرانی و با سنت ایرانی. و خیلی علاقه‌مندم به اشعاری که پروین اعتصامی می سروده و در حقیقت زندگی رو بیان میکنه اشعارش و توصیه ها و نصایحی که به وسیله سعدی میشه. من گلستان سعدی رو شاید چندین بار خوندم و اشعارش رو بسیار بسیار دوست دارم. در ایران که بودم
اونجا یک ملودیکایی داشتم کوچیک در زمان دبیرستان که می‌رفتم و ساز دهنی هم می‌زنم در ضمن، همین الان هم می‌زنم ساز دهنی، و من با اون شروع کردم و خدمتتون عرض کنم در اون زمان ها علاقه من بودم، یه مقداری هم یه چیزایی یاد گرفتم، یه مقداری نوت ها رو یاد گرفتم، یه کارهای خودم میکردم همزمان با درس که میخوندیم دبیرستان که میرفتیم اینا. بعد دیگه درس خوندن و خودتون میدونین درس خوندن رشته مهندسی هم فنی هم رشته سختیه، یعنی واقعا دیسیپلین میخواد. من دیگه این ول شد و باز دوباره من در انگلستان که بودم گفتم اینطور نمیشه، من باید دوباره شروع کنم به موسیقی، چون خیلی علاقه داشتم. رفتم یک آکاردون دست دومی تو روزنامه نگاه کردم، یه آکاردون دست دومی، چون خب خیلی وقت بود موسیقی نزده بودم، آکاردونم بلد نبودم بزنم، نمیتونستم برم حالا یه پول زیادی بدم یه آکاردون نوعی بخرم. خدمتتون عرض کنم که یه آکاردون دست دومی خریدم از یک آقایی و آوردم خونه. خانمم گفت این چیه خریدی؟ آکاردون خیلی بزرگی بود، 120 باس بود، معمولا آکاردون 120 باس حرفه‌ایه، و خریدم آوردم خونه. کم کم چون ملودی بلد بودم کار کنم شروع کردم، ولی نمیتونستم از قسمت آکورد آکاردون، از باساش نمیتونستم استفاده کنم. یه همسایه‌ای داشتیم اون آکاردون میزد، یک مقداری گرفتن آکورد و باسهای این آکاردون رو به من یاد داد و کم کم شروع کردم آکاردون زدن، به طوری که تو انگلیس تو جلسه بچه هایی که میرفتیم همه به هم میگفتن که آقا شما حالا آکاردونت هم بیار، مهدی آکاردونت هم میاره که برامون آکاردون بزن. و یکی از دوستان قشنگ میخوند، صدای قشنگی داشت و ایشون میخوند و ما هم آکاردون میزدیم، و این باعث شد که همینطوری کم کم آکاردون یه مقدار یاد بگیرم. ببینید شمع و پروانه منم، ببینید ریتم من دیگه از اون موقع وارد طیف کیبورد شدیم دیگه، گفتم بذار پیانو مثل پیانو بزنم، پیانو هم چیز سنگین و بزرگی، دیگه وارد طیف کیبورد شدیم و کیبورد یاد گرفتم و شروع کردم کیبورد زدن. فکر میکنم که چون حالا در خارج از کشور زندگی میکنم و به هر حال این گرد غربت روی شونه های آدم میشینه، آدم وقتی خارج از کشور زندگی میکنه، و شاید یکی از عللی که به این نکات توجه بیشتری میکنم و دیگه حالا اینا به سرگرمی تبدیل شده برام و دوست دارمشون و دائما باشون سرکار دارم، یعنی در کنار کار حرفه‌ای خودم این کارا رو هم انجام میدم، میگم شاید یکی از عللش اینه که شاید من از سرزمین خودم سالها دور بودم، نمیدونم، میگم شاید بعض وقتا فکر میکنم، میگم شاید اگر توی ایران بودم شاید حسم طور دیگری بود. چطور بگم، حتی آب و هوا و خاک ایران برای من بعض وقتا دلتنگی میاره و این ممکنه برای خیلی اصلا عجیب باشه، بگن چطور ممکنه همچین چیزی، ولی این یک حقیقتیه، یعنی اون هوای ایران، اون خاک ایران یک تراوتی داره که من وقتی اونو حس میکنم به من انرژی میده و احساس میکنم که در دنیای حقیقی خودم واقع شدم و به اونجا تعلق دارم. اسم ایران میاد، اولین چیزی که به خاطرم جلوی چشمم میاد صورت پدر و مادرمه و اون دورانی که من با اینا داشتم و اون لحظاتی که بزرگ شدم، اون لحظات هیچ وقت از خاطرم نمیره، هیچ وقت از خاطرم نمیره که مادر ما یه زنی بود که همیشه برای آموزش و تحصیلات ما خیلی اهمیت میداد. ما 7 خواهر برادر هستیم و
و مادر ما خیلی در این مورد زحمت میکشید، به طوری که فرض کنید مرتب مواظب ما بود. حالا پدرم هم به همچنین، ولی ایشون در این طیف زیاد نبودن، ولی مادرم مرتب ما رو چک بکنه، ما رو هر سال ببره ثبت نام بکنه مدرسه، با این وجودی که از نظر مادی هم در شرایط خیلی خوبی نبودیم، ولی که همیشه سعی میکرد که به ما طوری بفهمونه که بگه این علم و این آموزش هایی که شما دارید میگیرید این سرمایتونه، ازش نگهداری کنید. هیچ وقت یادم نمیره که مادرم خیلی زحمت کشید در این رو، هیچ وقت اینا از خاطرم نمیره و اینا همینجور جلوی چشممه. پدرم، مادرم، خواهر برادرام و دوستانم، اینا چیزای خوبیه که جلوی چشمم میاد در این نوروز و خوشحالم از این بابت. آدم در هر جای دنیا که باشه، من فکر میکنم که باید اصالت خودش رو حفظ کنه و چنانچه آدم از اصالت خودش خارج بشه، اون رفتار و کرداری که میکنه یک رفتار و کردار مصنوعی خواهد بود. من هر چقدر اینجا پیشرفت علمی بکنم، در نهایت یک ایرانی هستم و ایرلندی نیستم یا انگلیسی نیستم یا اروپایی نیستم. و من توصیه‌ام اینه که ایرانی‌ها اصالت خودشون رو داشته باشن و همیشه وصل باشن به ایران، حالا به هر نحوی، از هر طریقی، از طریق خانواده، از طریق علم، از طریق هنر، از طریق موسیقی، از طریق دوستان و چیزهایی که میتونن ازش استفاده کنن. یک فردی برای من یک پیغامی فرستاده بود و اون پیغام این بود که اصالت مثل یک سیبی میمونه که با یک دم باریک به یک درختی وصله. تا وقتی که این سیب به اون درخت وصله، آفتاب باعث پختگیش میشه، باد باعث نشاطش میشه، آب باعث میشه که غذا بخوره. همین که این سیب قطع میشه از اونجا و میفته روی زمین یا میکننش، اگه بذارید جلوی آفتاب میپلاسه، چون دیگه جایی نیست که این بتونه پخته بشه. آب اگه روش بریزی میپوسه و باد از بینش میبره، چیزی از وجودش باقی نمیمونه. اینه که این اتصال به حالت اصالت همون مثل همون سیبی میمونه که به درخت وصله. و من امیدوارم که ایرانی های عزیز، هموطنانم، هر جای دنیا هستن، به هر جا که میرسن، هیچ وقت آب و خاک کشورشون از یادشون نره و این اصالت رو همیشه در وجود خودشون نگه دارن و حفظ کنن و حتی به بچه هاشون تا اونجایی که میتونن، تا اونجایی که در توانشون هست انتقال بدن.